الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. در گام نخست ماه محرم حادثه کربلا و عاشورای حسینی را خدمت همه شما و ملت مسلمان افغانستان و امت مسلمه تسلیت عرض می نماییم. تاریخ اسلامی ما را وقتی مطالعه بکنیم، این تاریخ سراسر نشان دهنده مبارزات حق طلبانه، مبارزات آزاد خواهانه و امتناع از بیعت‌های اجباری است. در روشنایی این اصلی که در آموزه‌های دینی ما وجود دارد، حادثه کربلا و عاشورای حسینی یکی از تأثیرگذارترین و بزرگترین حوادث در دل تاریخ اسلامی ماست. حادثه کربلا و عاشورای حسینی متعلق به امت مسلمه است. ما در مباحث دینی تشیع و تسنن متعلق به اسلام هستیم و امام حسین علیه السلام و حادثه کربلا هم از آن همه ماست. چون گاهن در جامعه احساس می شود که این حادثه را تلاش می ورزند دشمنان ملت افغانستان و دشمنان مذاهبی که در این جامعه زندگی می کنند تا قرائت یک سویه و مذهبی بیتن. به این اساس ما میخواییم به دو تا پیام حادثه کربلا و عاشورای حسینی به هم نستای خود و این نوجوانان عزیزی که اینجا وجود دارند و سرمایه های فردای از این جامعه هستند، به دو تا پیام این حادثه خدمتتان اشاره بکنم. نقطه اول، همونطوری که شما میدانین، یزید و لشکریان یزید میخواستند با بیعت اجباری از یکی از استوانه های مهم دین اسلام که حضرت امام حسین علیه السلام هست به نظام و حکومتشان که مبتنی بر بدعت و ناشی از هوا و هوس شکل گرفته بود میخواست مشروعیت بدهد. تحلیل را که در آن زمان امام حسین علیه السلام از وضعیت داشت این بود که هر نوع بیعت با یزید و لشکریان یزید تحرید بالفعل و بالقوه به نظام نوپای اسلامی و به میراث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. و به این خاطر هم بود که به عنوان یکی از نخبگان تاریخ اسلام و وارث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از یک طرف امتناع از بیعت اجباری کرد و از جانب دیگر آمادگی برای یک مبارزه گرفت که خودش هم ختم را میدانست. فهم است که پیام امام حسین علیه السلام از این مبارزه هم پیام دینی در چوکات دین مقدس اسلام بود و هم پیام بشری بود. شما این روز در هر گوشه دنیا وقتی مبارزات آزاد خواهانه را میبینید، الگوی از این مبارزاتی بود که حضرت امام حسین علیه السلام از خود به میراث داشته بود. بنابراین نه حرکت و بیعت اجباری و امتناع از بیعت اجباری حضرت امام حسین علیه السلام به نمایندگی از مذهبی بود و نه هم واکنش و عکس العمل یزید و لشکریان یزید به نمایندگی از مذهبی. بنابراین لشکریان یزید برای اساس گذاری سنت ضد ارزش‌های اسلامی اقدام کرده بود، امام حسین علیه السلام هم برای دفاع از کلیت نظام اسلامی و برای دفاع از نظام نوپای اسلامی مبارزه نمود. بر این اساس پیام ما برای همدستان این است که امیدوار هستم سالهای بعد ما شاهد از این باشیم که جوانان عزیز اهل سنت ما بیشتر از مدرسه‌های دیگر سوگوار این حرکت باشد، چون این حرکت متعلق به امت مسلم است. پیام دومی را که عاشورای حسینی و حادثه کربلا با ما میده است که شما گاهی برای دفاع از آموزه‌هایتان،
از ارزش‌هایتان باید استاد شدید و دنبال کمیت نباشید. وقتی تاریخ را ببینید، مجموعه از یاران حضرت امام حسین علیه السلام با تمام روایت هایی که است، روایتی که تقریبا دقیق است 72 نفر گفته شده است، این مجموعه در برابر یک لشکر چند هزار نفری آماده و مبارزه می شود. یک پیام دارد. او پیام است که شما بیاید از آموزه های دینی و ارزش های بزرگ اسلامی تا دفاع بکنید، حتی این دفاع اگر با قیمت جان شما هم تمام شود. در روز عاشورا و کربلای حسینی شما میبینید که دو تا حرکت مهم با هم به مواجهه میپردازند. یک طرف حضرت امام حسین علیه السلام هست که آماده هست برای دفاع از ارزش های مقدس اسلامی، از میراث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خود و اطرافیانش را قربانی بکنند. طرف دیگر شما جریان را میبینید که برای اساس گذاری یک سنت صحیح حتی آماده است که به خانواده و اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم ترحم نداشته باشد. این حرکت و این دو حرکتی هست که از هیچ جهازی هم از نظر کمیت و هم از نظر ارزش قابل مقایسه نیست. امام حسین علیه السلام در روز کربلا یک سنت حسنه را به جا گذاشت که امروز هر کسی که چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی اگر تلاش بکنه که آزاد زندگی بکنه، اگر تلاش بکنه که آزادی داشته باشه، ارزش های حرمت شود، اونگو برایش حضرت امام حسین علیه السلام است. من سن سنتن حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها الى یوم القیامه. جاویدانگی و ماندگاری حرکت امام حسین علیه السلام دقیق در همین نقطه نفته است. در جانب مقابلش من سن سنتن سیئه فعلیه وزرها و وزر من عمل بها الى یوم القیامه. سنت سیئه ای بود که یزید و لشکریان یزید از خود بجا گذاشت. با توجه به شرایط حاکم در افغانستان، دسایسی که از گوشه و پنهان به صورت پنهان از هر گوشه یا به صورت آشکار جمع میشه و تلاش داره که وحدت امت مسلمه، وحدت ملت افغانستان را ضربه بزنه، ما به همقطاران خودم، به اساتید محترم و به نسل جوان یک پیام دارم. اوی است که هر قدر ما بخواییم این مجالس را و این مناسبت های ارزشی را به هر بهانه کمرنگ جنوه بدیم، اختصاصی بسازیم، انحصاری بسازیم، نفش به اون مجموعه برسه که به دنبال دسته و توطئه است. هر قدر ما جمع شویم، هر قدر ما مشترک مجالس بگیریم، هر قدر عزاداری ما پررنگ باشد، از این روزهای مناسبتی ما مشترک تجلیل بکنیم، درد ما درد مشترک باشه، مشکی گوینده ای بدخان اما مجموعه است که می خواهیم این ارزش ها را از ما بگیرن. یک بار دیگر از حضور همه شما در این مجلس سپاسگزاری میکنم، از دوستان و عزیزانی که در ترتیب این مجلس سهم داشتن و فعالیت کردن من سپاسگزاری میکنم. امیدوار هستم که ما هم از این فضا برایم و آنچه که حق امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش هستن او را با تمامیت و کمال امانت هم به هم نسلای خود ما هم به نسلای بعد از خود ما بتانیم برسانیم. گر خطا گفتم اصلاحش تو کن، گر خطا گفتم اصلاحش تو کن، مصلح تو ای تو سلطان سخن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.